با سلام و درود خدمت هممیهنان گرامی، ایرانیان ستم دیده و دادخواه در هر کجای ایران و جهان هستند، با درودهای ویژه به جوانان، به دختران و پسران رزمنده و دلاور، به زندانیان سیاسی، به خانواده های جانبخش راه آزادی ایران، به تمام کسانی که همکنون مبارزه بر علیه رژیم رو ادامه میدند بدون اینکه اجازه بدن پروپاگاندایی که حکومت میگذارد اونها رو از مسیر درست براندازی این حکومت ضد بشری که تا روزی که در ایران باشد به جز خبر مرگ و میر و کشتار و خفه شدن و انفجار و امثال این نخواهیم داشت. هفته گذشته خب هفته پر از غوغایی بود، چرا که حکومت ولایت فقیه پس از باخت سنگینی که در مقابل مردم ایران داد در مبارزات آبان ماه و حملاتی که مردم ایران در بخش‌های مختلف کردند به این حکومت و این حکومت رو از پا انداختند و حکومت مجبور شد که تیر مستقیم به مردم شلیک بکنه، اون هم در جایی که دوربین‌های بسیار زیادی بودند و تونستند ویدیوهای کشتار مردم رو فیلم برداری بکنند، گلوله هایی که به مغز جوانان ایران، به سینه و قلب اونها، به بدن اونها خورده بود، تا جایی که وزیر کشور حکومت اسلامی در مقابل پرسش خبرنگاران که چرا گلوله ها رو اگر که به قصد جلوگیری از گسترش یک اعتراض کاملا مردمی و مدنی شلیک شده ماموران شما به سر و به قلب جوانان ایران زدند، که وزیر کشور این حکومت ضد بشری میگوید نه، به دست و پاهاشون هم گلوله زدند. و این رسوایی انقلاب آبان، انقلاب ملی و دموکراتیک مردم ایران که نهایتاً به براندازی جمهوری اسلامی خواهد رسید، باعث شد که حکومت تا دیماه، تا هفتم، هشتم و بیش از اون در دیماه زیر فشار قرار بگیره و همراه اعتراضات مختلف، دیوار نویسی ها و شعار نویسی هایی که کماکان ادامه داشت و در مقابل نهادهای جهانی، کشورهای اروپایی، پارلمان اروپا و همچنین به اصطلاح شورا یا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هم زیر سوال رفته بود و کماکان پرونده جنایت‌های حکومت بر علیه بشریت در دو کانال تلگرامی جان باختگان راه آزادی و دیگری در سایت ایران کرد که در اولی مدارک، عکس‌ها، ویدیوهای کشتار شدگان و سایت ایران کرد هم که اسامی، عکس‌ها، درجه و دلایل کشتارگری مقامات حکومتی در اون ثبت میشه در این سایت، سایت irankurd.com و یک اسلش در آخرش، کماکان جایی است که داره اسامی و مسئولیت‌های مقامات کشتارگر جمهوری اسلامی در اونجا به شکل یک پرونده اینترنتی انباشته میشه. و اینکه اون حمید نوری، آدمکش دهه 60 جمهوری اسلامی، هم کماکان یک ماه دیگر تمدید شد بازداشتش و هنوز در استکهلم در بازداشت است و پرونده او هم در حال تکمیل شدن با مراجعه شاهدین جدیدی که وکیل مردم کاوه موسوی کماکان این پرونده رو پیگیری میکنه و در کنار اون اگر که کمک‌های مردمی و حمایت‌های اطلاعاتی هم از او بشود، چه بسا که دومین موجود کشتارگر جمهوری اسلامی رو هم گیر بیاندازد، مثل اون فرماندار شهرک قدس به نام واسقی، اون خانمی که خودش اعلام کرد من به مامورا گفتم هر کس وارد فرمانداری شد با گلوله بزنید و بکشید، و اون پرونده هم که بر علیه این خانم، این جنایتکار تشکیل شد. به هر حال این شرایطی که با سرعت داره جمهوری اسلامی رو گرفتار میکنه باعث شد که یک بازی شاید
جاسوسی و اطلاع رسانی راه بیاندازد، به نوع اخبار دال بر اینکه شخص سربار سلیمانی میخواهد با آمدن خودش به عراق ادامه وضعیت تروریستی رو گسترش بده و بر علیه مراکز آمریکایی و دیگر کشورها به همراه اون ابو مهدی مهندس پروژه های بزرگتر تروریستی رو از عراق به سوریه و جاهای دیگه بکشونن بر علیه نیروهای مختلف کشورهای دیگری که تحت عنوان دستورات سازمان ملل در عراق و جاهای دیگر مأمور محافظت از صلح و جدا کردن نیروهای متخاصم، نیروهای دشمن از همدیگر هستند. خب چنین اطلاعی با این پرونده جنایتکاری سربار سلیمانی که از قاچاق سکس، مواد مخدر، اسلحه تا قاچاق افراد، ربایش افراد توسط سپاه قدس به خصوص از ترکیه به ایران و همچنین ادامه کشتارها و دستور تیر مستقیم زدن به مردم از جنبش سبز و حتی در قضیه کوی دانشگاه که به همراه قالیباف و بقیه درباران سپاه اینا خواهان کشتار دانشجویان و جمع کردن بساط اعتراض 18 تیر شده بودند، تا جنایت هایی که دیگه در ابعاد 512 هزار نفر کشته در سوریه، بیش از 5-6 هزار نفر از مردم پاکستان و افغانستان رو که به ایران آمده بودند برای کار و اینها رو دستگیر و زندانی می‌کردند و بعد اونجا حکم اعدام بهشون نشون می‌دادند و وادارشون می‌کردند که به سپاه بپیوندن و از طریق اینکه به سپاه پیوسته‌اند اونها رو وادار می‌کردند که عضو این گروه‌های فاطمیون و زینبیون و مدافعان حرم بشوند و بروند و در عراق و سوریه با مردم این کشورها درگیر بشن و اونها رو کشتار بکنند که یکی از نمایندگان مجلس افغانستان به این موضوع اشاره کرد که سلیمانی رو یک جنایتکار بر علیه مردم افغانستان هم نامید و علاوه بر اون بقیه تخلفات به اصطلاح بین المللی که اینها داشتن در کشتار و تروریسمی که بر علیه مردم دیگر کشورها و به خصوص خود مردم ایران داشتن، چرا که تمام ترورها و کشتار و جنایت بر علیه کسانی که در خارج از ایران کشته شدند توسط نیروهای خارجی اطلاعاتی که همون بخش سپاه قدس هستند، مثل آقای بختیار، آقای شرفکندی، قاسملو، فرخزاد و دیگران، همه زیر مجموعه از سپاه قدس بودند و تحت فرماندهی این مشقاسم سلیمانی این مردم رو اینطور کشتند و زندگی اونها رو تمام کردند و خانواده های اونها رو داغدار کردند. و این کاری بوده است که این مشقاسم، این سربار سلیمانی و همدستان و همپالکی‌هایش کماکان ادامه دادند. یعنی در همین دو ماه گذشته بیشتر از شاید 6 یا 7 هزار انسان رو به دستور همین مشقاسم سلیمانی، این سربار و دیگر سرباران هم دست او کشتند و این یک جنایتکار جنگی بوده، یک جنایتکار علیه بشریت بوده و خب طبیعی هم بود که در فرصتی که به گیر آمریکایی‌ها بیفتد شر اونو کم بکنند تا بیش از این برای مردم دنیا و به خصوص نیروهای آمریکایی خطرآفرینی و کشتار و جنایت نکنند. به هر حال ادامه این بازی رو جمهوری اسلامی سعی کرد در به اصطلاح دورگردانی خاکستری که از سوخته های جسد های اینها باقی مونده بود تبدیل کنه به یک عزاداری و یک شوآف و به قول این دوستانی که میگن پروپاگاندای تبلیغاتی جمهوری اسلامی. دیدیم چه جمعیت هایی رو با اتوبوس، با قطار مجانی، با وعده وعید غذا و خوراک و پول و اضافه کار به زور معلم ها رو مدرسه ها رو تعطیل کردن. در بسیاری از شهرها نامه تهدیدآمیز به مغازه‌دارها دادن که باید مغازه‌هاتون رو ببندین در این 3 روز و بیاین. از جمله این شهرها در ورامین بوده، گرمسار بوده، شهر ری بوده،
در اطراف تهران در مشهد بوده، در همون کرمان بوده و بسیاری رو به هر حال از جاهای دیگه کشوندن و آوردن که بعد بگن که اینها در کرمان به خصوص آمدن و همدیگر رو زیر دست و پای همدیگه له کردند و کشتند و بیش از 70-80 نفر هم آمار این کشته ها رو دادند و بیش از 200 نفر هم زخمی در این مراسم مشقاسم. و اون چیچی ابو مهدی مهندس، این جنایتکارانی که همه به عنوان تروریست بین المللی هم در نهادهای آمریکایی و ناتو و امثال اون ثبت شده بودند. و جالب این است که اینها سعی کردن آمار کشته های زیادی رو بالا ببرن و چه بسا که بسیاری از کشته شدگان و دستگیر شدگانی که با همون ترتیب که توی بدنشون گلوله و ساچمه و امثال اون بوده که درمان هم نکردن و در زندان ها کشتن، در دریاچه ها و پشت صدها و رودخانه ها اجساد اونها رو انداخته بودند و پنهان کرده بودند رو، حالا اسامی این کشته شده های مشقاسم رو هم میخوان از اون اسامی مردمی که به اصطلاح در خیزش و انقلاب فرودستان ایران از دیماه 96 تا امروز ادامه دارد جا بزنند. و چرا که بسیاری از خانواده ها از اون 13,000 کسانی که دستگیر شدند و هزاران زخمی که اسامی اونها رو نداریم هنوز هم بیخبرن فرزندانشون و هیچ کسی از سرنوشت اونها خبر نداره و این کشته سازی و آمارسازی ها رو چه بسا که جمهوری اسلامی برای اینکه اسامی اون کشتگانی رو که خودش در آبان آذر کشته اینجا حالا بخواد جا بزنه به جای نیروهای احمقی که آمدند که مثلا برای یک تروریست جانی آدم کش و قاچاقچی مواد مخدر و سکس و اسلحه و پورسانتاج بگیر جنگ های منطقه‌ای از کمپانی های بزرگی مثل لاکید و بوئینگ و امثال هم تظاهرات کنند و کشته بشن و این اسامی رو هم جمهوری اسلامی به صورت خودش مصادره کنه. توطئه‌های جمهوری اسلامی که یکی دوتا نیست. بعدم چون برای اینکه باز میخواد حواس مردم رو از اصل ماجرا یعنی اعتراضات، اعتصابات و مبارزات مردمی دور بکنه، میبینیم که با موشک میزنه و هواپیمای مسافربری هم منهدم میکنه. 145 کشته ایرانی دوباره رو دست مردم میذاره. بسیاری از اینها از نخبه ها هستند، از دانشجویان سابق دانشگاه صنعتی شریف و دیگر دانشگاه های معتبر ایران بودند که در خارج از ایران مجبور شدن فرار کنن و تحصیل بکنن چون در جمهوری اسلامی اجازه رشد بیشتر بهشون نمیدادن. 16 نفر از این قربانیان حادثه هواپیمای مسافربری اوکراینی که با موشک جمهوری اسلامی سرنگون شد و خودشون هم اعتراف کردن که جعب سیاه این هواپیما رو اگرم که پیدا کنن به هیچ حکومت یا دولت خارجی نخواهند داد، که نشون میده توی اون جعب سیاه که موشک در چه زمانی وارد شده و به بال این هواپیما خورده و منهدم کرده و جسدهایی که از آسمان تکه پاره شدن بعد از متلاشی شدن این هواپیما به بخش به خانه ها در و دیوار باغ ها و بیابان های اون منطقه سبا شهر افتادن در اطراف کرج. و این حکومت بازم انتقام شکست های خودشو از دانشجویان نخبه و فارغ التحصیلان شریف و امیر کبیر گرفت، چرا که اگر این نخبه ها در هر جای دنیا تحصیل کرده بشن، متخصص بشن و به قول معروف بتونن یک گامی برای بهتر شدن شرایط زندگی بشریت بردارن، ته دلی باز به ایران خواهند داشت که بازگردن به ایران. و مثلا اگر کشاورزان برجسته هستند، اگر مهندسین برجسته در امور مختلف شدند، بیان و در ایران دوباره اون به اصطلاح دانش خودشون رو در اختیار پیشرفت مردم قرار بدن. و جمهوری اسلامی نمیخواهد، یعنی مأمور هست به این کار که اجازه نده هیچ نخبه‌ای و هیچ پیشرفتی در ایران، هیچ نخبه‌ای به هیچ پیشرفتی در ایران کمک بکنه. و این کشتار دقیقاً شما می‌بینید از همون آبان به بله حتی از بتونیم بگیم آبان 57 که حمله به
هسته مقاومت کارگری تهران رو اینا شروع کردن در میدان قزوین تا امروز ادامه داره. از سوی دیگر در ادامه اینها مبارزات ببینیم که جمهوری اسلامی به همین بهانه پدرسوختگی خودش 200 میلیون یورو هم از جیب مردم ایران دوباره میاد بودجه میده به سپاه قدس، هم کشتار کرده، هم مردم رو از بین برده، اتوبوس رو چپ کرده 34 نفر رو کشته، هواپیما رو زده منهدم کرده 145 خانواده ایرانی و 16 خانواده خدمه اون هواپیمای اوکراینی رو از بین برده و بعد میاد 200 میلیون یورو هم خودش به خودش جایزه میده توی مجلس اسلامی که 200 میلیون یورو هم به بودجه سپاه قدس اضافه کنن و حق حقوق مردم که این پول باید به مردم ایران برگرده، فقر رو به این ببره، کار ایجاد بکنه، بیمه های مردم رو پشتیبانی و تکمیل بکنه، داده میشه دوباره به سپاه قدس که جنایت بیشتری کنه، غارت بیشتری کنه و این پول ها رو هم آقازاده ها و خانومزاده ها مثل دختر همین مشقاسم سربار سلیمانی که معلوم شد دخترش هم در آمریکا سیتیزنشیپ و شهرونده و در ویکی‌پدیا هم اسم این زینب سلیمانی این چند روز هزاران بار دیده شد که طرف شهروند آمریکاست، بعد از عموهای لبنانی و نمیدونم عراقی و سوریه‌ایش فلسطینیش مثل عمو حسنش و نمیدونم عمو بنی عامری و کی میخواد که بیان انتقام خون پدرش رو بگیرن. از کی باید بگیرن؟ از خامنه‌ای، چون خامنه‌ای است که اومده تمام این مسیر رو لو میده و تمام ایران رو لو میده و همه آدمای ایران رو داره به کشتن میده، چه در داخل حکومت چه در بیرون حکومت. و اگه که این زینب خانم واقعا میخواد انتقام بگیره، بره یقه خامنه‌ای و سردمداران بیت و سردمداران سپاه رو بگیره که باباش هم جزو همین کشتاگران و تروریستا بود. خب از همون راهی که خودش دیگران رو قتل عام میکرد، جمهوری اسلامی خودش هم اطلاعاتش رو داد که با اون اطلاعات کلکش رو بکنن. و جالب این است که طی همین بحثایی که این هفته ها منتشر شده، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی آلمان هم یک جمله ای دارد، میگوید صلح در خاورمیانه تنها با تغییر رژیم ایران ممکن است. اینو ما نمیگیم، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی آلمان میگه. ایشون کیه؟ کسی که به نوعی دسترسی داره به اسناد به اصطلاح میکونوس و ترورهای خارج از کشور و در اروپای جمهوری اسلامی، در آلمان بسیاری از این ترورها رو مشقاسم دستور داده بود انجام دادن و بعدم میدونه که چی میگه. آدمی است که مستند حرف میزنه و در آلمان مثل جمهوری اسلامی نیست هر کی هر چی دلش بخواد از مقامات حکومتی بگه و هیچ کس هم نتونه ازش بپرسه این چرندیو که گفتی از کجا آوردی. در کنار این بساط میبینیم که اعتصاب کارگران عسلویه دوباره آغاز شده از دیروز به دلیل اینکه حقوقشون رو ندادن و دادن به سپاه قدس. این 200 میلیون یورو مال کارگرهاست، مال معلماست، مال فرهنگیاست، مال بازنشسته هاست، پول مردم ایران، پول همه جوانان است که بیکارن و این پول تعلق پیدا میکنه به سپاه قدس دوباره که بره شر درست کنه، پول مردم رو به باد بده و پرونده جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی رو سنگین تر بکنه. بله، ادامه اعتصابات کارگران عسلویه رو داریم، کماکان این اعتصاب در عسلویه در بخشای به خصوص کارخونه های پتروشیمی که جمهوری اسلامی سود زیادی از این پتروشیمی ها میبره شروع شده و در حال ادامه هست. و از سوی دیگر هم دیدیم که جمهوری اسلامی با این شلوغی و گرد و خاکی که برای مشقاسم میکنه، این سربار سلیمانی میاد 13 کارگر نیشکر هفت تپه رو دوباره میبره به محاکمه و اینها رو محاکمه بکنه. و این واقعا جالب است که مردم رفت بدون وقتی شما برید دنبال نمیدونم عزاداری یه تروریست، یه قاتل، یه آدم کش، یه متجاوز، از این فرصت گرد و خاکی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی درست کرده استفاده میکنه، باز هم حمله به کارگرها رو صورت میده. 13 کارگر نیشکر هفت تپه رو میبره براشون رأی های بیرحمانه صادر بکنه. از اون بر حقوق کارگر و معلم و بازنشسته که خود شماها مردم هستین رو نمیده، کار به اعتصاب های کارگری میکشه و دوباره
شروع میکنه به دستگیر کردن معلمین، کارگران، دانشجویان، جوانان معترض و اونها رو به بازداشتگاه ها میبره. در همه این شلوغ بازی هایی که جمهوری اسلامی میکنه، نیش عملش به روی مردم، سازمان دهندگان صنفی، سندیکالیست ها و کارگران هست. از درون زندان هم دلاورانی پیام میدن، مثل خانم سهیلا اجاب که وکیل دادگستری و زندانی سیاسی است. از زندان اوین نامه میداد و تا تیتر اون می نویسد از هیبت قلم، یعنی از اینکه قلم ها بنویسند، فرعون اگر بر تخت نلرزد دیگر جهان ما به چه ارزد. فرعون که معلوم است، ضحاک که معلوم است، خامنه‌ای و دار و دسته‌شان، و قلم هم که نویسندگان راستگو، وکیلان و مردم ایران هستند که حکومت رو می لرزونند. از سوی دیگر هم جمهوری اسلامی که به جز مردم ایران دشمن دیگه ای نداره و این ابرقدرت واقعی مردم ایران هستن که این حکومت رو به زیر خواهند کشید، فشار خودش رو بر زندانیان اضافه میکنه. همین روزها خبر داریم که خانم پریسا سیفی که یک فعال فرهنگی و هنری کرد هست، جهت انجام اعترافات اجباری زیر فشار وحشتناک بازجویان امنیتی قرار گرفته. از سوی دیگر آقای محمد نوریزاد که در زندان مشهد گرفتار هست و حالش خیلی بد شده به دلیل ادامه اعتصاب قضا و سنش که زیاد هست، ایشون یعنی حتی بیمارستان هم نبردنش، که خانم فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد هم به قاضی ناقاضی شعبه 4 بیدادگاه ضد انقلاب مشهد درباره شرایط وخیم آقای نوریزاد در زندان مشهد نامه داده. همچنین آقای عطاءالله رضایی شهروند ساکن قم هم طی حکمی از سوی شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب جمهوری اسلامی تهران، یعنی همون ناقاضی صلواتی تروریست و مقیسه، میدونید که هر دوتا اینا در لیست تروریستی بین المللی هم قرار دارند. این تروریست یعنی ناقاضی صلواتی عطاءالله رضایی رو به 8 سال زندان محکوم کرده، چون انسان دادخواه و شریفی است. خب میبینیم مبارزه اصلی در درون ایران، بین مردم ایران، نویسندگان، هوشمندان، جوانان بیکار، نخبگان، دانشجویان، متخصصینی که با موشک جمهوری اسلامی هواپیماشون منهده میشه تا ایران و جهان از وجود 140-150 نفر از انسانهای خردمند، نخبه، هرال، کسانی که در اروپا و آمریکا، کانادا و هر حال با جهان نوین دموکراسی، آزادی، خوشبختی، علم، حقوق بشر و حقوق خودشون آشنا میشن، دشمنی داره، اینها رو میکشه. از سوی دیگر کارگران رو دوباره به زندان و به بیدادگاه میبره، رأی بر علیه اونا صادر میکنه. جوابی به کشتار وحشتناک درون زندانها و بیرون زندانهای آبان ماه نمیده. از 13,000 آمار زندانیان و دستگیر شدگان آبان ماه آماری نمیده و فقط مردم رو در این شعافای خودش میکشونه دنبال خودش برای کشتار و بیداد بیشتر. ما مردم با جمهوری اسلامی روبرو هستیم، نه کس دیگر. با اتحاد، مبارزه و پیروزی هست که شر جمهوری اسلامی از شر خودمون و جهان میتونیم کم بکنیم. بدرود، تا هفته دیگر.